به نام هستی بخش دلها و جانها، عزیزان همیشه همراه، همراهان همیشگی، سلام های ما را پذیرا باشین. تقدیم میکنیم به حضور گرم همه شما بیننده های عزیز در هر جایی که هستین. امیدوار هستم جور و سردمند باشین و در پناه خداوند محفوظ باشین. امروز هم میخواییم که با برنامه روشنا مهمان خانه های گرم شما عزیزان باشیم و حضور شما را هم تا آخرین لحظات میطلبیم. عزیزان همیشه همراه، امروز با شما عزیزان هستیم و میخواییم در همین شروع برنامه خدمت شما عزیزان بگویم که و سوال داشته باشم که چقدر در زندگی شما عزیزان برنامه ریزی و تقسیم اوقات داریم؟ خوب فکر کنیم، آیا ما برای پیشبرد زندگی خود ما آیا تقسیم اوقات داریم؟ آیا وقتهای خود ما را تقسیم کردیم؟ یا به اصطلاح امروزی برنامه ریزی کردیم؟ اگر شما مادر خانه و خانواده هستی، مسلم است که برای پیشبرد زندگی خوب باید یک تقسیم اوقات داشته باشی. نسبت به همه امورات زندگیت، چه نسبت به خانواده و چه نسبت به امورات شخصی. و شما پدر خانواده، شما هم برای همه مسائل زندگی باید برنامه ریزی داشته باشی. چرا؟ به خاطر از اینکه برنامه ریزی میتونه باعث پیشرفت ما در زندگی باشه، باعث موفقیت ها و باعث خوشبختی هایی که همیشه در آرزوی هستیم میتونیم دست پیدا کنیم به همه آنها. حالا چرا این موضوعات بیان میکنم؟ بله، برنامه ریزی در مسائل دینی هم بسیار میتونه مهم باشه. ما اگر بخوایم که ترک گناه داشته باشیم، باید برنامه ریزی باشیم در زندگی خود ما. باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. خب، حالا موضوع امروز برنامه ما که با خواهر خوب ما خانم عزیزی که حضور دارن به هر حال معرفی میکنیم خدمت شما، عرض کنم که ما نسبت به موضوعات مختلفی که در برنامه روشنا با شما عزیزان گفتگو داشتیم با خانم عالمی نسبت به این موضوعات بود. اولین موضوع در رابطه با فلسفه گناه، بعد از او آمدیم چالش های بندگی رو بررسی کردیم و بعد از او موانع بندگی رو بررسی کردیم و زمینه های ایجاد گناه رو بررسی کردیم و امروز هم میخواییم که راه های ترک گناه رو برای شما عزیزان بررسی کنیم. راهکارهای ترک گناه یکی از اونها برنامه ریزی است. حالا میشنویم ببینیم خانم عالمی عزیز در این مورد چی میگن. خانم عالمی سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم زهوری عزیز و همه بینندگان محترم. انشاءالله که ایام به کامشون باشه و امروز برنامه بتونه که برایشون یک فرصت خوب و مناسبی را ایجاد کنه تا بتوانند از این راهکارها اگر چه که قابل استفاده بشه بتونن در زندگیشان پیاده و اجرا کنن انشاءالله. انشاءالله، تشکر میکنیم. به حال یک وقفه داشتیم ما به خانم عالمی بخاطر ویژه برنامه های ایام محرم و همچنین قبل از او ایام عید بود، عید قربان و عید قدیر، و خب یک فاصله نسبت به موضوعات ما افتاد و امروز یک خلاصه ای از برنامه ها گفتم برای عزیزان بیننده ما و امروز میخواییم که راه های ترک گناه را بررسی کنیم. خانم عالمی، به هر حال ترک گناه و راهکارهای از او بسیار اهمیت داره و بسیار مهم هست برای ما، چون به هر حال وقتی ما فلسفه گناه را بررسی کردیم گفتیم که گناه در زندگی ما که به هر حال دین مقدس اسلام را داریم و پذیرفتیم جز وظایف ما هست که باید نسبت به گناهان دوری کنیم و اگر هم گناهانی داریم کوشش کنیم که او را ترک کنیم. خب حالا چه قسم و چگونه شما چه راههایی را برای ما پیشنهاد میکنید که ما بتانیم توسط این راه ها بتانیم ترک کنیم گناهان خود ما را؟ شاید وقتی بحث از ترک گناهان به پیش میاد، خب ممکن هست بسیاری از افراد اینی در ذهنشون بیان که خب یک راهکارهایی وجود داره، مثلا به طور مثال دوری کنیم از محیط های گناه یا هر لحظه خدا را به یاد بیاریم، یعنی اینطور راهکارها همیشه ممکن است به ذهن بیایه. اما قبل از اینکه ما وارد اینطور مسائل باشیم که خب به هر حال اینها یک مسائلی هست، یعنی معارفی هست که به راحتی انسان نمیتونه اونها را کسب کنه. بله. یعنی اگه کسی همواره خدا را
ناظر اعمال خودش بپنداره، این بله. تصور رو داشته باشه که پس ما در این جهانی که زندگانی میکنم خداوند متعال برای نظارگر هست، بنابراین خب من دیگه گناه نمیکنم. ما اگر به این درجه از معرفت برسم نیازی به ترک گناه دارم، چون اصلا گناهی وجود گناهی وجود نداره. نداره. اینها معارفی هست که شاید بشه گفت به راحتی کسب نمیشه برای افراد. این ما نمیتونیم شخصی را بگیم چه خودمان را و یا چه اولادهایم را، یا ممکن است یک کسی را تصمیم داشته باشیم که او را به ترک گناه توصیه کنیم، بگیم از هم اول وارد بشیم که خب از خدا بترس، از خدا شرم کن، از خدا حیا کن، خدا را ببین، یا او را از جهنم بترسانیم. یعنی این ابزارها در وهله های اول نمیتونه مؤثر باشه. این اصلا کارساز نیست خانم زوری. اگر کارساز بود شاید بسیاری از او آموزه هایی که خب ما فرزندان ما خودمون حتی فرزندان ما در مکاتب در دروس دینی بله اینها می آموختن، همونها کافی بود برای اونها، همونها را قبول میکردن. اینها معارفی هست که خب شاید در نتیجه برخی کوشش ها و تلاش های دیگه اینها به دست می آیند. ما میخوام از یک راه عملی تر، تقریبا میشه گفت یک راه های عملی تر انشالله با هم دیگه بررسی کنیم طی جلسات آینده اگر خداوند متعال توفیق و یاری کنن، که راهکارهایی باشه که خب ما زیربنایی بیم بررسی کنیم، یعنی ریشه یابی کنیم، ریشه یابی کنیم. اما که میگن خشت اول نهد معمار کرد دقیقاً، یعنی ما باید کوشش کنیم که خشت های اول ما کم درست کنیم. بسیار ضرب المثل به جایی بود. یکی از راهکارهایی که حالا خب ما انشاءالله در خصوصش این در برنامه صحبت میکنیم این هست که شخصی که میخواد که دیندار بشه، شخصی که میخواد گناه را ترک کنه و از گناه فاصله بگیره، این کسی که این شخص باید اهل برنامه باشه و اهل برنامه ریزی و برنامه پذیر باشه. شما سه اصل گفتین، برنامه داشته باشه، برنامه بریز باشه و برنامه پذیر باشه. برنامه پذیر باشه. هر کدام از اینا متفاوت هستن، یک معانی مختلف دارن. دقیقا همینطور است. و اصلا خانم زهری، ما شاید در برنامه های قبل هم زیاد تکرار کردیم که اصل دینداری بر پایه چی هست؟ همین خود مسئله گناه هست. یعنی خب ما شاید در دین، یعنی در جامعه خودمان، حتی اصلا در کل جهان، ما دیگه بحث سر این که خدا چند تا هست و پیامبر کی هست و اینها، این مباحث تقریبا تا یک حدودی حل شده. یعنی دیگه همیشه دیگه تمام تقریبا میشه گفت همه ادیان قبول دارن خدا را و هر کس در دین خودش و اصول دین ها را قبول داره. حتی ما در جامعه اسلامی خودمون کسایی که تصور میکنیم که از کنار ما عبور میکنه، تلقی ما از این هاست که اینها انسان های بدینی هستن، اما اونها سر خدا و پیامبر و ائمه هیچ مشکلی ندارن. درست. مسئله اساسی سر چی هست؟ هم بحث گناه هسته. یعنی وقتی که بحث گناه پیش میاد، اونجاست که مرز دین و بیدینی، یعنی اون فضای دینداری مشخص میشه. درسته. بنابراین اولین گام همین بحث برنامه داشتن هست. یعنی شخصی که میخواد که دیندار باشه، پایبند دین باشه، در مرحله اول باید یک شخصی باشه که اهل برنامه باشه. یعنی شما نمیتونید یک شخصی که هیچ گونه برنامه در زندگیش نداره، بله، او را ترغیب کنی به سمت دینداری. این واقعا خیلی مشکل هست. یعنی تقریبا میشه گفت نشدنیه. حتی اگر ببینین اصلا ببینیم مثلا وقتی حرفی از برنامه گفته میشه، بعضی وقت هاست که حالا این برنامه‌ای که ما میگیم و شما مطرح میکنین، آیا این برنامه باید نوشته شده باشه؟ این تقسیم اوقات باید مثلا درج شده باشه، نوشته شده باشه؟ یا که نه، یک انسان در ذهن خودش برای خودش برنامه ریزی میکنه، کدام از این صحیح تر است؟ شاید وقتی حرف از برنامه میآید، باز هم ذهن ها همیشه به این میره که خب ما یک کاغذ و قلمی داشته باشیم و او تمام اوقات زندگیمون رو برنامه‌ریزی کنیم. چرا همینطور هست؟ یعنی واقعا ساعت بندی باشه، زمان بندی باشه، هر کسی در او یک برمیگرده به یک سبکی از برنامه داشتن. اصل این هست که خانم زهری عزیز، ما در سیر زندگی خودمون، نه، چه در از دوران کودکی، چه در دوران نوجوانی، چه در
دوران هایی که حالا ممکن است به تحصیل در پوهنتون بپردازیم و چه وارد بازار کار میشیم و در مسائل زندگی خانوادگی خودمون در اجتماع همیشه یک شخصی باشیم که دارای برنامه باشیم. بله. یعنی مسیر ما مشخص باشه. شاید وقتی همین خود برنامه داشتن برمیگرده از هم دوران طفولیت. یعنی یک شخصی که به سن 7 سالگی رسیده، یک طفلی که به سن 7 سالگی رسیده، خب او دوران کودکی خودش را طی کرده. خب ما در روایت داریم که میگن 7 سال اول اطفال چی هستن؟ شاه هستن. یعنی هرچی که میگوین باید انجام بشه. یعنی تمام خواسته های اونها، تمام او آرزوهای اونها باید برآورده بشه بر توسط والدینشون. بله. که البته اینها هم خود بر اساس کنترل ها و نظارت هایی هستن. یعنی در کنارشون یه سری کنترل ها و نظارت هایی وجود داره. لکن اینطور هست که اطفال تا سن 7 سالگی اینها هر کاری که دلشون میخواد میتونن انجام بدن. البته خب زیر نظر خانواده، پدر و مادر والدینشون و وقفه داریم خانم عالمی. خب عزیزان بیننده، تشکر از همراهیتان. بیننده برنامه روشنا باشین بعد از یک وقفه. پروردگارا مرا بینشی عطا کن که تو را بشناسم و دانشی بده تا خود را بشناسم. مرا صحتی ببخش تا از کار لذت ببرم و ثروتی عنایت کن تا محتاج نباشم. مرا نیرویی بده تا در نبرد زندگی فائق شوم و همتی ببخش تا گناه نکنم. مرا صبری عطا کن تا سختی ها را تحمل کنم و طبعی عنایت کن که با مردم بسازم. مرا چنان بزرگواری ببخش که با دشمنم مدارا کنم و بینشی عطا کن تا زیبایی های جهان را ببینم. مرا عشقی عطا کن تا تو و همه را دوست بدارم و سعادتی بده تا خدمتگزار دیگران باشم. مرا ایمانی عنایت کن تا از دستورهایت اطاعت کنم و امیدی ببخش تا از ترس و اضطراب بر کنار باشم. مرا عقلی عطا کن تا از خود نگویم و معنویتی ببخش تا زندگی معنا داشته باشم. یا رب العالمین، خب بازم خوشحال هستیم که در یک روز دیگه با شما عزیزانی که همیشه بیننده برنامه روشنا هستین همگام و همراه هستیم. عزیزان بیننده، نمبر واتساپی رو براتون میگم، حتما با ما در ارتباط باشین. میتونین نسبت به موضوع برنامه است اگر صحبتی دارین، پیام دارین و گفتگویی دارین با ما حتما ارسال کنین و در ارتباط باشین. مثبت 964 780 255 40 13. تشکر از همراهی همه شما بیننده های محترم. اما در رابطه با راهکارهای ترک گناه صحبت میکنیم. به هر حال انسان ها در زندگی گناه را مرتکب میشن و کوشش کنیم بیایم راهکارها و راههای ترک از او را پیدا کنیم، مشخص کنیم و آگاهانه تصمیم بگیریم در زندگی. میبینیم که خانم عالمی چه راهکارهایی را برای ما و شما عزیزان بیان میکنن. خانم عالمی منتظر هستیم، بفرمایید. ما گفتگو مثلا در خصوص اطفال که بله. به سن 7 سالگی که میرسن، اینها خب دیگه یک فضایی برای اینها به وجود میاد که از سن 7 سال به بعد اطفال او آزادی رو که در قبل از 7 سال داشتن دیگه اینها ندارن. یعنی اطفال از سن
در 7 سال دوم زندگی خودش، یعنی در سن 7 تا 14 سال بهترین سن برای تربیت فرزندان هست. یعنی در روایات هم آمده که بین سن 7 تا 14 سال که واقعا یک سن، یک دوره بسیار تقریبا شما گفت طلاییه دوره انسان طلایی. هست. یعنی شاید ما هر آنچه که امروز داریم از همون ایام داشته باشیم. یعنی از سن 7 تا 14 سال دورانی هست که واقعا من فکر میکنم که خانواده ها واقعا به این باید توجه داشته باشن که اگر اطفالی دارن، فرزندانی دارن که در این رده سنی قرار داره بیشتر توجه کنن. یعنی تمام تلاششون آموزششان دقیقاً همینطور است. چرا که بعد از 14 سال، یعنی بعد از این 7 سال دوم که به سن 14 سال میرسد که اینها خب یک وارد یک دوران جدیدتر میشن که یک دوره هستش که خب دوره استقلال نوجوانان میرسه و بسیار سخت میشن. یعنی ما هرچه که در این 7 سال اگر توانستیم برای فرزندانمون کاری بتوانیم که کردیم، وگرنه که از او بعد دیگه اینی از سن 14 سال به بعد بسیار مشکل میشه. یعنی میشه جزء شخصیت وجودشان، درست است؟ یعنی دیگه رفتارها، اعمال و گفتارشان قطعاً هر چقدر که آموزش دیدن همون جزء شخصیتشان میشه. هم جزء شخصیتشان میشه و دیگه نمیشه تغییر داد. سخت هست. یعنی سخت تغییر شاید بشه. یعنی هیچ وقت انسان غیر قابل تغییر نیست، ولی سخت هست. چرا که به یک دور وارد یک دوره میشه که خب خودتون میدونید که دوران نوجوانی بسیار دوران حساس دوره بحرانی است. یک دوره بحرانی هست. اینه هر چیزی که و ما میگیم که و تمام گفتگوی ما اینه که ما خب وقتی میگیم که یک انسان میخواد دیندار بشه، انسان میخواد، ما میخوایم یک شخصی باشیم که خب از گناه دوری کنیم. خب حالا که ما برای خودمون خب نمیتونیم که او کارها را در سن 7 تا 14 سال انجام بدیم، حداقل ما به فکر اولادهایمون باشیم که این در سن 7 تا 14 سال بسیار دقیق باشیم. یعنی در سن 7 تا 14 سال اگر بتوانیم فرزندان خودمون رو با برنامه تربیت کنیم، یعنی اهل برنامه باشه، فرزندان تربیت کنیم که در وهله اول، یعنی قبل از اینکه ما به اونها آموزش بدیم مسائل دینی را، اگه به اونها را اهل برنامه تربیت کنیم، قطعا اینها خودشون خود به خود به سمت برنامه، یعنی به سمت دین میروند. چرا که برنامه خودش جزئی از این یک راهی هست که خب دین را به ما نشان میدن. یعنی اگه ما اهل برنامه باشیم، اگه ما فرزندان خودمون رو اهل برنامه تربیت نکنیم، اونها را برنامه ریز و منظم تربیت نکنیم، اینها به سختی ممکن هست خیلی از دستورات را بپذیرن. زمانی انسان میتونه دستور را بپذیره که اهل برنامه باشه. اینو قبول دارید دیگه. یعنی زمانی یک انسان میتونه دستوری را بپذیره، او دستور را قبول کنه که اهل برنامه باشه. و یه در مورد اطفال بیشتر صدق میکنه که ما وقت میگیم که یک ما فرزندان خودمون رو وقتی که منظم بار میریم، یعنی از سن 7 سالگی به بعد، شما حتی اگه دقت کرده باشید اطفال 7 سال وقتی که شما از اونها میپرسید که میخوای در آینده چه کاره بشی، اینها همیشه از مشاغل صحبت میکنن، یعنی از وظایف گپ میزنن که بسیار برایشون این او حالت نظم در اونها حاکم هست. به طور مثال میگن که خب ما میخواییم که پلیس بشیم، خیلی علاقه دارن مثلا به پلیس شدن، به دکتر شدن یا به مشاغل ایطوری، خیلی دوست دارن که اینطور مشاغل را، یعنی حتی که شما مثلا یک ویدئویی که مثلا نشون بدین که او دو مثلا یک ارتش یا یک نظامی در حال ریجه رفتن هستن، بسیار لذت میبرن. یعنی چرا که اونها 7 سال اول زندگی را خب هر کاری که دلشون خواستن انجام داده و خسته شده، اگه اون 7 سال به خوبی او دوران طی شده باشه، یعنی این دهه 7 سال دوم دیگه اینها از این حالت خسته میشه و واقعا روی میاره، یعنی آمادگی دوست دارن منظم باشن، دوست دارن اهل برنامه باشن، تربیت پذیر هستن. و اگر والدین هوشیار باشن میتونن از این 7 سال دوم خیلی خوب استفاده کنن. یکی از عناصر، یک چیزهایی که خب مثلا در روایت هم گفتیم اومدن که 7 سال دوم سن تربیت فرزندان هست، یعنی سن ادب فرزندان تو همین 7 سال دوم هسته. و حالا ما چرا در مورد کودکان خب صحبت میکنیم، در مورد اطفال ما خب شاید
از تیتر برنامه ای که خب میگیم که یک راهکاری بدیم که خب من حالا یک گناهی دارم میخوام اون گناه را ترک کنم. بله. ولی خب این ضروری دونستیم که ریشه یابی کنیم. ما فکر میکنیم که اگر ما همین الان اگه این کار حتی اگه برای خودمون نتونستیم، یعنی والدین ما نتونستن انجام بدن، ما اگر بتونیم برای فرزندان خودمون انجام بدیم قطعا کار بزرگی کردیم. بله. و خب شاید برای خودمون هم راهگشا باشه. یکی از عناصر، خب یکی از عنصرهایی که گفتیم خب در سن 7 سالگی هستش اینه که سن تربیت و ادب فرزندان هستش. بله. ما اگه فرزندان خودمون رو در این 7 سال تمامی اون آداب رو بهشون آموزش بدیم، یعنی آداب که میگم خانم ظهوری از شروع میشه از آداب خوردن گرفته. بله. تا آداب خوابیدن. تا آداب بیدار شدن، اینها همه آدابی داره. بله، آداب یعنی صحبت کردن. بله، اینها و هیچ ربطی هم اگر ما دقت داشته باشیم به دین ندارن، یعنی حتی ما میتونیم خارج از این که بخوایم دین را در نظر بگیریم، اگر ما فرزندان خودمون رو با این آداب تربیت کنیم، یعنی تأدیب کنیم به این آداب ها، این قطعا این فرزندان ما کم کم آماده پذیرش آداب دینی هم خواهد شد. ها دیگه، بله، همینطور است. بله. شما اگر مثلا به فرزند خودتون آموزش داده باشین که در رأس یک ساعت خاصی اینها بخوابن، یعنی یک ساعت خاصی هم اینها از خواب بیدار شوند، اینطور نباشه که هر وقت که بسیار خواب بر اونها غلبه کرد اینها بخوابن، یا هر زمانی که اینها نیاز داشتن از خواب برخیزن. بله. یا برای حتی صرف خوردن، برای هر وقت گوش نشد بخورن، گوش نشدن هر وقت نبودن هیچ. اگر برای همه اینها ما آدابی داشته باشیم و این آداب را رعایت کنیم، کم کم فرزندان ما، اطفال ما عادت میکنن به اینکه پس زندگی همینطوری خود به خود جریان نداره. بله. زندگی تشکیل شده از یک سری آدابی که ما باید خودمون رو به اون آداب چیکار کنیم؟ عادت بدیم، یعنی ملزم کنیم خودمون رو. بله. واجب بدونیم که این آداب را در زندگی خودمون رعایت کنیم. ما با فرزندان ما حتی خودمون رو، حتی یعنی خودمون در زندگی خودمون باید خودمون رو ملزم کنیم به اینکه به یک سری آداب، یعنی به یک دست از آداب مقید باشیم. بله. این اگر به یک دست از آداب خودمون رو مقید کنیم و همین قیودات ها رو و همین آداب رو با فرزندان خودمون هم منتقل کنیم و اونها را هم با این آداب آشنا کنیم، اینها روحشون و جانشون آماده پذیرش آداب دینی هم خواهد بود. مسلم از خانم عالمی وقتی که پدر و مادر خودش رعایت کنه بسیاری از موضوعات زندگی را، خب فرزندان هم به همون نسبت رعایت میکنن، چون همیشه ما گفتیم که والدین الگوی فرزندان هستن، الگوی اولاد هستن. اگر آمدیم و پدر و مادری مثلا خودشان منظم نبودن، در یک نظم خاصی حرکت نمی کردن، برنامه ریزی نداشتن، تقسیم اوقات نداشتن، ولی نسبت به اولادای خودشان حساس هستن، برای اولادای خود برنامه ریزی میکنن در حالی که خودشان نمی کنن، به هیچ چیز مقید نیستن. خب معلوم است دیگه که هیچ وقت اولادا نمیرن، مسیر انتخاب نمیکنن. اگر یک روز بر اساس یک طبق یک تقسیم اوقات مثلا زندگی خود پیش ببرن، روز دیگه نمیکنن، چون میبینن که پدر و مادرم نمیکنن. پس کل اعضای یک خانواده باید به نسبت همدیگه و به خاطر همدیگه باید این کار انجام بدن. دقیقاً همینطوره. باید نظم ترتیب و یک برنامه ریزی بسیار دقیق باید تمام موضوعات زندگی خودشان را پیش ببرن. و جالب هست که خب شاید خانواده ها گاهی مثلا میان اینها از فرزندان خودشون گلایه و شکایت میکنن، میگن که خب جوان ما نماز نمیخونه، اینا روزه نمیگیرن، مقید نیستن به بسیاری از مسائل دینی از قبیل حجاب و اینطور مسائل. و خب همین ها برمیگرده به چی؟ به خانواده برمیگرده، به اینکه اینها آدابی رو در زندگی خودشون اصلا آموزش ندیدن، چون اهل ادب و اهل آداب نبودن. وقتی که یک در یک خانواده، خب وقتی که فرزندان آموزش ندیده باشن که اینها ادب داشته باشن، یعنی ادب، این ادب از همون آداب گرفته میشه، خیلی واژه قشنگی ادب در روایات، اصلا کلا در این فضای دینداری ما ادب تقریبا میشه گفت که سرلوحه دینداری هست. یعنی طبعا میشه گفت بسیاری هست افراد دیندار رو هم که شما دیده باشید میبینید اینها انسان های بسیار اهل ادب هستن. بله. و همین خود ادب، یعنی خود ادب
باعث میشه که انسان ناخودآگاه کشته بشه به سمت برنامه داشتن. این انسان‌های مؤدب همیشه انسان‌های برنامه پذیر هستن، یعنی قدرت برنامه پذیریشون بالا هسته، چون اینها همیشه خب مقید بودن به آداب. بله. یک سری آداب را همیشه آموختن و تبدیل شدن به یک شخص مؤدب و با ادب. و حالا که پا رسیده به مسائل دینی، خب دین که خب شما باید نماز بخونین، بعد فرزند ما میگه خب چرا من باید نماز بخونم؟ والدین میگه خب شما که ادب را در مقابل پدر و مادر رعایت میکنی، ادب را در مقابل معلم خودت رعایت میکنی، حال نوبتی رسیده که در مقابل پروردگار خودت هم باید ادب رعایت کنی و باید نماز خواندن یکی از نشانه های ادب بندگی هست. رعایت حجاب یکی از نشانه های ادب هست. بله. در مقابل خدا. و چه فرزندانی، یعنی چه افرادی این دستورات را میپذیره، این دستورها را میپذیره؟ بله. افرادی میپذیره که اینها در وجود خودشون، در روح خودشون آمادگی پذیرش این دستورات داشته باشن، یعنی یک شخصیت باشه که اهل برنامه باشه. بله. اهل ادب باشه. و یک سری آداب را در زندگی خودش اینها دنبال کرده باشه. درسته. و از اون آداب به برنامه دینی برسن. دقیقاً. یعنی افرادی که به هر حال اهل ادب نباشن، درست تربیت نشده باشن، بسیار سخت است که اونا برنامه پذیر باشن، هیچگاه نمیپذیرن، و خصوص برنامه هایی که به هر حال از طرف دیگران بر از او صادر شده باشد. شاید حتی اگر ممکن هست اینها انجام بدن ها خانم ظهوری، اما رفتارهایشون منفعلان است. چطور منفعلان است؟ یعنی کسی که ممکن هست خب بر حالت در موقعیت اجبار قرار بگیره، خب نماز بخونه، در موقعیت اجبار قرار بگیره یه کار خوب انجام بده، یعنی به صورت اجباری باشه، اجباری، نه اختیاری. یه اجباری که ممکن هست خب هر شرایط اجتماعی یا شرایط فردی برای او ایجاد کنه. بسیار خوب، حالا در این مورد بازم صحبت میکنیم. عزیزان بیننده، باز هم میان برنامه داریم، بعد از یک وقفه همچنان همراه بیننده برنامه روشنا باشین. خانم مادام از دانشمندان انگلیسی میگوید بزرگترین دلیل بر اثبات مظلومیت امام حسین مسلمانان قربانی شدن کودک شیرخوارش بود که در هیچ تاریخی سابقه ندارد، و با همین نیروی مظلومیت بساط خاندان بنی امیه را برچید و آنان را رسوای عالم ساخت. خانواده های عزیز و فامیل های محترم، برنامه روشنا هست که تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت شما عزیزان میشه. امیدوار هستم که با جمع جوانان عزیزتان هر روز بیننده برنامه باشین، چرا که به هر حال برنامه روشنا موضوعات مختلف برای شما پدرها، مادرها و جمع اعضای خانواده محترمتان دارن. خب امروز در رابطه با راهکارهای ترک گناه با شما صحبت کردیم. خانمای عالمی عزیز نسبت به این موضوع گفتگوهای زیادی داشتند و اولین راهکار او و مهمترین راهکار او برنامه ریزی بود و همچنین تربیت صحیح و ادبی که به کودکان داده میشه. حالا شاید شما پدرها و مادرهای عزیز بگوین که بله، ما کودک داریم در منزل و خانه ما، و حال چه کنیم نسبت به کودکان ما؟ شما موظف هستین و میتونین راهکاری که خانم عالمی دادن شما از همه امروز او را نسبت به کودکانتان انجام بدین. انشالله کودکانی داشته باشیم که برنامه پذیر باشن و هر برنامه دینی، اخلاقی و اجتماعی و زندگی برای اونها میتین، انشالله که بتانن رعایت کنن و کودکان امروز جوانان و پدران و مادران آینده هستن. خب خانم عالمی، بله، در رابطه با جوانان و کودکانی که شما صحبت کردین و گفتین که باید اینها برنامه پذیر بار بیاین، و او هم در صورت برنامه پذیر میشن که ادب صحیح شده باشن، تربیت درست شده باشن. خب حالا باید بپردازیم به این موضوع که خب آمدیم و به اینها ما برنامه دینی دادیم، درست؟ مثلا به کودکان ما و به جوانان ما آمدیم، در ریشه اصلی و مرحله اصلی اول تربیت صحیح،
ادب صحیح ما به اینا آموختیم و حالا که برنامه پذیر شدن، برنامه هایی که ما با میتیم پذیرفتن و قبول کردن، خب حال چگونه و چه قسم اینا بتونن با برنامه هایی که بهشان میتیم بتونن ترک گناه داشته باشن؟ خیلی سوال جالبی هست خانم ظهوری. یعنی ما تمام گپی ما تا حال این بود که خب پس برای اولین قدم برای اینکه گناه را ترک کنیم این هست که اهل برنامه باشیم و برنامه پذیر باشیم. چرا که اگر اهل برنامه و برنامه پذیر نباشیم نه. ممکن است در شرایط های مختلف ما منفعلانه عمل کنیم. بله. هر جا که دلمون خواست خب میتونیم مسائل دین رو رعایت کنیم، اونجا که صلاح ندیدیم رعایت نکنیم. چرا که اگر اجباری وجود داشت، به طور مثال اگر تهدیدی ما احساس کردیم از یک جایی، یا اگر از ناحیه تشویق شدیم یا کار خوبی انجام بدیم، چطور بشه که ما خب همونطور که شما فرمایید یک شخصیتی داشته باشیم که خب گناه را ترک کنیم؟ بله. همراه با برنامه‌ریزی. این اصلا روح برنامه‌ریزی چه تناسبی داره با ترک گناه؟ درست. این چطور میشه که مثلا برنامه‌ریزی موجب میشه تا گناه ترک بشه؟ بله. شخصی که خب ما تصور کنیم که خب یک شخصی نرمالی خب تربیت شدیم در یک خانواده‌ای که مقید بودن به آدابی و خب اهل ادب و اهل برنامه بوده و همواره برای تمامی امور خودش یک برنامه‌ریزی هایی داشته، یعنی که خب این افراد معمولا افرادی هستند که راحت تر میتونن مسائل دینی را بپذیرن. بله. خب چطور میشه که راحت تر میپذیرن؟ چطور میشه که یک شخصی که اهل برنامه هسته میتونه مسائل دینی رو راحت تر بپذیره و از او طرف اگر گناهی کرد گناه را ترک کنه؟ درست. ما در مسیر برنامه ریزی وقتی تصور داشته باشیم که خب شخصی که برای زندگی خودش برنامه ریخته یک مسیر رو داره طی میکنه، در این مسیری که برنامه ریخته برای خودش خب یک اوقات رو طرح کرده برای به طور مثال برای تفریح خودش، یک اوقات رو برای کار و تلاش برنامه ریزی کرده و یک اوقات رو هم برای گذران مسائل خب مطالعه یا هر مسئله‌ای که در زندگیش جزء اولویت‌های او هستن. بله. اینها را طراحی کرده. در بین این برنامه‌های خودش این میایه و یک برنامه وارد برنامه زندگیش میشه که ناخودآگاه یکی از برنامه‌های او را مختل می‌کنه. یعنی موجب یک خطایی میشه که برنامه او را مختل می‌کنه. به طور مثال یک شخصی هستم که خب نماز اول وقت میخونم و خب ناگهان من خب دچار یک خطایی شدم که این نماز اول وقت موکول میشه به آخر وقت و حتی ممکن است ترک بشه. این میشه یک خطا، یک گناه، یک اشتباهی که سر راه برنامه ما قرار گرفته. درسته. سر راه ما برنامه قرار گرفته. یعنی برای دلایل یه اتفاق میفته؟ به هر دلیلی خب یه اتفاق افتاده. یعنی یه اتفاق افتاده و حالا چطور هست که من خب یک شخصی هستم که چون بر اهل برنامه هستم راحت تر میتونم این خطا را جبران کنم، راحت تر میتونم این گناه را ترک کنم؟ درسته. چرا؟ چون من اهل برنامه هستم. به محض اینکه احساس کردم که برنامه ما با اختلال روبرو میشه، خب من در این قسمت از زندگیم برنامه داشتم دیگه. بله. یک آدابی را باید رعایت میکردم، نماز اول وقت را باید همیشه به اون مقید بودم، حال افتاده به آخر وقت، خب این از نظر من یک خطای بسیار بزرگی هست. چرا؟ چرا من خیلی به قضیه حساس هستم، بسیار برای من مهم هسته. درست. و حال من میخوام این خطا را جبران کنم و این چون میخوام این خطا رو جبران کنم، بنابراین بسیار سریع من برنامه خودم رو بر اساس همون جبران درسته. تنظیم میکنم. دقیقاً. یعنی برای اون شخص آسان تر است که بتونه سریع برگرده. ممکن هست اصلا خانم ظهوری خیلی راحت تر ممکن هست. یعنی ما حتی میبینیم کسانی که اهل برنامه هستن حتی ممکن هم نیست. چرا که اینها در بین همیشه بر اساس همون برنامه ریزی دقیق خودشان پیش میرن و اگر برنامهشون با کوچکترین اختلال برخورد روبرو بشه سعی میکنن در همون لحظه او خطا را جبران کنن. ولی خب به هر حال وجود داره، چرا که حالا حتما وجود داره. بله. چون بسیار از اتفاقات و مسائل پیش میاد که پیش بینی نشده است برای زیده برنامهش نی، امکان داره گپای پیش بیاد که ای از قبل رو پیش بینی نکرده باشه. انال او گپا که پیش بیاد
میتونه که یک به هر حال تخللی در برنامه ریزی ازی ایجاد کنه. دقیقا همینطور است. ولی خب میتونه سریع او را برگشت کنه و سریع او را دوباره جبران کنه و رو اصلاح کنه. اما شما تصور کنید یک شخصی که نه اهل برنامه نیست، یک شخص منظمی نیست و اصلا معلوم نیست که این در دنیا اصلا داره چی کار میکنه، یعنی و یک شخصی هست که حتی با ایمان هست، حتی ما میبینیم در اصلا در جامعه خودمون شاید از این افراد بسیار زیاد باشه، یکی افرادی که ایمان دارن، قلبا ایمان دارن، یعنی ایمانشون واقعا ایمان هست، انسانهای معتقدی هستن، اما چون در زندگیشان افراد بی برنامه هستن، خب برنامه ندارن، برای من هر لحظه که اینها دوچار خطا و اشتباه کنن که خب این هم شد دیگه، این هم اتفاق افتاد دیگه، و تا میخواین جبران کنم که خب پس این رو جبران کنم اوش چی میشه و به اینها چون نظمی دارن در برنامه بسیار سردرگم هستن سردرگم. و حتی تقریبا میشه گفت قدرت جبران هم ندارن، یعنی حتی اگر اینها گناهی رو انجام بدن و دو دلشان هم بخواه، یعنی بسیار مشتاق باشن بگن که خب من این گناه رو میخوام جبران کنم، این از این گناه هم میخوام ترک کنم، این از این گناهی که دارم، این خطایی که من دارم، این صفتی دارم، این اخلاقی دارم، ازش تنفر دارم، میخوام این رو ازش کلا کنار بگیرم. بله. اما وقتی که به پای عمل میرسه میبینه که قدرت نداره، یعنی توان این رو نداره که بیسته و در مقابل او خطا و اشتباه خودش قرار بگیره. چرا که انسانی هست که در زندگی خودش واقعا برای هیچ کدوم از کارهای خودش برنامه نریخته، یک انسان منظمی نیست و همیشه خسته هست. انسان‌های نامنظم همیشه خسته هستن، همیشه بله بله در... همیشه شکست میخورن، همیشه... در زندگی ناموفق هستن. باز میگن ما شانس نداریم در زندگی، در حالی که ریشه یابی اگر کنن میبینن که به خاطر عدم برنامه ریزی های زندگیشان بوده. حتی ممکنه اینها ظاهرا هم انسان های موفقی باشن. ما حتی میبینیم انسان های موفقی هم داریم که بدون برنامه هستن، اما چون زندگی های پروژه‌ای دارن، ببینید که مثلا در یک دوره یک کاری انجام میدن، باز تمام او کارهای دیگر را رها میکنن، به طور مثال یک پروژه میگیرن، یک پروژه کاری میگیرن، خب میبینن که نمازشان از اول وقت گذشت، تفریحات را کلا کنار میگذارن، اینها خانوادهشان همیشه با اینها در جدال هستن که تو فقط به کار خودت فکر میکنی، یا بالعکس به کسی که میپردازه به خوشگذرانی و تفریح کلا همه چیز را فراموش میکنن، یا کسی که همیشه فقط به مسائل دینی اهمیت میده و به مسائل های دیگه به دیگر مسائل خب توجه نداره. درست. اینا افرادی هستن که معمولا پروژه زندگی میکنن، یعنی از روی برنامه زندگی نمیکنن. هر لحظه که هر پروژه برایشون پیش اومد، همون پروژه رو انجام میدن و دیگه لحظه فشرده زندگی رو گوشه میمونن. دقیقاً، یعنی برای بقیه امور زندگی خودشون اینها برنامه ندارن. در صورتی که ما خب در روایت هم اومدن که امام صادق علیه السلام یکی از ائمه بزرگوار هستن که میفرماین که خب زندگی به چهار قسمت تقسیم میکنین، که هم عبادت باشن، هم کار باشن، هم گذران با خانواده باشه و هم با دوستان. و خیلی خوب هست که ما در زندگی خودمون برنامه داشته باشیم و بر طبق او برنامه‌ای که داریم بیاییم و خودمون را اصلاح کنیم. یعنی تا ما در زندگی خودمون برنامه ریزی نداشته باشیم، به برنامه پایبند نباشیم، مقید به آداب نباشیم، یعنی خودمون رو بله. مقید نبکنیم به یک سری آداب، هیچ وقت نخواهیم توانست دقیقا. که گناه رو از خودمون دور کنیم، گناه رو ترک کنیم. بله. حالا ولی چون وقت برنامه بسیار بسیار کم است، فقط من یک سوال پرسان میکنم که کوتاه جوابش هست. این که برنامه ریزی در شروع برنامه ما گفتیم، آیا صرف فقط مکتوب باشه، نوشته شده باشه یا نه؟ ما میتونیم در ذهن خودمون این برنامه ریزی رو داشته باشیم که خب من امروز اینی کارم شروع میکنم طبق اینی برنامه روزمره که در ذهن خود میریزم. مثلا من اینی کار امروز از صبح شروع میکنم، این رو باید انجام بدم، باز او کار همه برنامه ریزی های خودشه در ذهن خود داشته، یا اینکه نه شما پیشنهاد میکنید که حتما باید در قلم کاغذ بگیرن و در یک ورق او را برنامه ریزی کنن، این را در یک زمان بسیار کوتاه.
به نظرم که اینها بستگی داره به خود شخص، یعنی برمیگرده به شخص چقدر اهل اراده و تمرین باشه. و شخصی که میخواد برای در وهله اول شروع کنه، تا حالا یک شخص نامنظمی بوده و میخواد از این بعد در زندگی خودش نظم داشته باشه و برنامه داشته باشه، بهتر است که همین دقیقاً از همین یادداشت استفاده کنه و بیایه در زندگی خودش اولویت بندی کنه او برنامه های زندگی خودش را. و اینطوری انشالله که بسیار عالی، من که جواب ما گرفتم، انشالله بیننده های عزیز هم حتما متوجه شده باشن. بسیار تشکر خانم عالمی عزیز و شما عزیزان بیننده. خب تشکر از همراهی گرمتان، برنامه ریزی داشته باشین، هر بیننده برنامه روشنا باشین، خدا نگهدارتان.